وزیر کار و امور اجتماعی تأکید کرد که فرهنگ کار کردن در کشور باید اصلاح شود. آقای وزیر در تشریح خصوصیات کار در کشور گفت کار کردن باید دارای هدف الهی باشد. اگر هدف الهی در مراتب عالی و فناوری و تکنولوژی دیده نشود، از دید آقای وزیر هیچ فایده ای ندارد. مدیرعامل صندوق مهر امام رضا از رسیدگی به 220,000 پرونده اشتغال خبر داد. این در حالی است که رئیس اتاق بازرگانی ایران از لزوم ایجاد 1,100,000 شغل در هر سال سخن میگوید و بر مبنای پیشبینی واحد اطلاعات اکونومیست نرخ بیکاری ایران در سال جاری به 13.2% افزایش می‌یابد. همزمان لایحه پیشنویس بیمه بیکاری در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت. به نوشته روزنامه تهران امروز، در اسفند ماه سال 87 قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن کارگران ساختمانی تحت بیمه اجباری قرار می گرفتند. قانونی که تنها دل کارگران ساختمانی را خوش کرد، اما از اجرای آن خبری نیست. با استناد به خبر آنلاین، پیمانکاران برقی همچنان در انتظار پرداخت مطالبات سال 88 هستند که این رقم حدود 2900 میلیارد تومان است. در این حال آقای احمدی نژاد در همایش روز جهانی کارگر گفت اگر برنامه‌های اقتصادی درست اجرا شود، ارزش واقعی کارگر نمایان می‌شود. ریاست قوه مجریه در حال این سخنان را بیان می کند که الیاس نادران نماینده اصولگرای تهران از پیچیدگی فساد اقتصادی کشور سخن گفت و اشاره به فسادی کرد که به صورت سازمانیافته و متصل به نهادهای حکومتی شکل گرفته و بار دیگر از آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در این راستا نام برد. همزمان ریاست قوه قضاییه گفت خواب را بر چشم مفسدان اقتصادی حرام خواهیم کرد. گمرک ایران از کشف 306 میلیون دلار کالای قاچاق در سال گذشته خبر داد. سخن از اختصاص 1 میلیارد دلار تسهیلات با نرخ سود 7% برای بخش صنعت شنیده می شود. با این وجود، گزارش‌ها از برگزاری جلسه اعضای کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صنایع بر سر عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی حکایت دارد. گفته می‌شود تولیدات خودرو کشور در فروردین ماه امسال 30% نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته و صادرات گاز نیز طی 40 روز اول سال در مقایسه با سال گذشته 2 برابر شده است. البته یک مقام نفتی تهران گفت قول نمی دهیم تا پایان سال 93 همه فازهای پارس جنوبی به تولید برسد. قیمت طلا و سکه سیر صعودی خود را طی می کند و هر قطعه سکه جدید 283 هزار تومان فروخته شد که یک رکورد است. شاخص بورس تهران روز یکشنبه با کاهش قیمت سهام مواجه شد.